علی بابا 80% از بازار خرید و فروش اینترنتی در چین را در اختیار دارد، کشوری که 600 میلیون کاربر اینترنتی دارد. وبسایت علی بابا 15 سال پیش در خانه‌ای کوچک در گوشه ای از چین راه اندازی شد. ارزش تبادلات تجاری صورت گرفته در علی بابا در سال گذشته میلادی حدود 250 میلیارد دلار بود که بیش از تبادلات تجاری توسط دو وبسایت مشهور آمازون و ایبی در آمریکا است. پیش بینی شده که اگر علی بابا محدوده تبادلات خود را به خارج از مرزهای چین گسترش دهد، به بزرگترین وبسایت خرید و فروش اینترنتی در جهان تبدیل شود. ظرف 10 تا 20 سال آینده طبقه متوسط در چین بسیار پرقدرت خواهد شد. هیچ شرکت دیگری غیر از علی بابا در موقعیتی نیست که بتواند از قوی شدن طبقه متوسط چین بهره ببرد. علی بابا با ورود به بازار سهام نیویورک امیدوار است به رشد خود ادامه دهد. علی بابا می‌خواهد حدود 20 میلیارد دلار بر سرمایه خود بیفزاید. ولی نظرسنجی ها نشان می دهد بسیاری از آمریکایی ها چیزی در مورد این شرکت چینی نشنیده اند. ساختار سازمانی علی بابا به گونه ایست که سهامداران آنطور که در دیگر شرکت ها رایج است نفوذ زیادی بر کل شرکت ندارند. کارشناسان می گویند اگر علی بابا می خواهد به رشد خود ادامه دهد، باید به برندی شناخته شده تبدیل شود و اعتماد سهامداران در گوشه و کنار جهان را به خود جلب کند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.